این تختچه‌های عادی نبوده بلکه محصول مهنت دستی استاد حمید قیوموف از دهه گلشن جماعت دهات گلشن و فرخور میباشند. در تیار نمودن نام و طعم‌های ملی استفاده برده میشوند. استاد حمید مدت 40 سال میشود که با همین هنر زندگیش را پیش میبرد. در نویای فرخور چنین اشیاء روزگار در همه خاندان و خورده طلبات به آنها سال تا سال زیاد میگردد. همین هنر را تعلیم فرزندان تعلیم تربیت گرفتگی بخواهر هستگی میکنن کار میکنن کارگر شید رفتگی هم روبر هم کار میکنن میکنن میان در خونه با همی که خشون را گرد چنگولی میکنن روزو ادیکشون روزو استراحتشون کار میکنن. حمید قیوموف اشتراکچی همایش هنرهای مردمی می باشد. این همایش با اقدام مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه فرخور بخشیده به سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی در مرکز ناحیه دایر گردید. در این همایش از همه جماعت های دهات ناحیه هنرمندان اشتراک نمودند. در ناحیه فرخور هنر چکندوزی و گلدوزی عنعنوی است، از نسل به نسل تا امروز ادامه دارد. همایش هنرهای مردمی نوابسته به سن سالزنان هنرمند را جمع آورد. این قهرمانی گزارش ما خلای سلطنت از جماعت دهات ظفر هنری چکندوزی دارد. 82 ساله است تا امروز این هنر را ادامه می دهد. امی تاجی که بارا ایرو امی هنر را خونه شوان جوان های ما دختر های ما همی کسبه را خور نکنن همی کسبه را بکنن که عذاب نکشه همی محنت دست تاجی که به تمام ریپوبلیکا ما برن که نمایش بتن که چیزی ساز بده امی محنت. در این همایش محصول کارهای زرگران به مرز تماشا گذاشته شد. مصنوعات‌های زرگری از آرایشات گوناگون عبارت می‌باشند. در قطار مردان امروز زنان و دختران هم به این شغل مشغول هستند. در این همایش خوانندگان مؤسسه‌های تسلط میانه عمومی اشتراک نموده نورسان هنر خود را نمایش دادند. پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان سال 2018 را سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی نامگذاری نموده است. ما از آن خرسندیم که برای ما نورسان چنین آزمون‌ها را تشکیل نموده‌اند. ما طول یک ماه شد که در مؤسسه تعلیمی خودمان مؤسسه رقم 23 تحتی را برای معلمه خوب و همیجگانه هنرهای ملی را از قبیل بافندگی، دوزندگی، قراخدوزی و دیگر هنرها از خود می نمایم. ما می خواهیم که کمی هم باشد سهم خود را در تاجیکستان عزیز خودمان گذاشته تاجیکستان را به عرصه جهانی اصلا تاجیکان از قدیم ایجادکار هنرمند و بودگر هستند. این منظرها را دیده هر یک شخص افتخار میکند. امروز این هنر زنان تاجیک را عالمیان اعتراف نمودند. در زمان استقلالیت دوران بازگشت ملتمان به اصل خویش به این جنبه توجه بیشتر روانه شده است. در پیام نوبتی پرزیدنت مملکت به مجلس عالی کشور سروری دولت رشد هنرهای مردمی را در برابر عمدترین وظیفه های دولت ارزیابی کرده از سال نو فروش چنین مال و مواد را از پرداخت همه نمودهای انداز آزاد نمود. این اقدام آینده ساز با توصیه هنرمندی در محل ها به تاثیر نمیماند. بهترین برای ما بهترین شد که با شرح میتونیم با زیاد میتونیم با زیادش میتونیم. سپس با اشتراک هنرمندان رئیس ناحیه برآمد نموده جهت اجرای دستور سفارش های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و مجلس عالی کشور قید نمودند که تا 3 ماه اول سال رمان در همه جماعت های شهرک و دهات ناحیه مرکز های آموزشی هنرهای مردمی را با مقصد جلب زنان و جوان دختران تشکیل نمایند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهورف از ناحیه فرخور برای برنامه اطلاعاتی نوید.